این هفته با بهمن مقصودلو، نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و مستندساز موفق ایرانی گفتگو میکنم. لبه تیغ، میراث بازیگران زن سینمای ایران، مستند جدید این هنرمنده که اکران اون در جشنواره فیلم مونترال در کانادا با واکنش‌های مثبتی از سوی تماشاگران و منتقدین هنری همراه بوده. او برای تولید این فیلم با گروهی از بازیگران زن ایرانی گفتگو کرده و به بررسی نقش و جایگاه زنان در سینمای پیش از انقلاب ایران پرداخته. در دقایق آینده درباره همین مستند گفتگو میکنیم. آقای بهمن مقصودلو، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در نیویورک با ما همراه هستید. آقای مکری، من هم به شما و بینندگان شب‌آهنگ سلام میکنم و تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آوردید. منم خوشحالم که این موقعیت پیش اومده تا درباره پروژه جدیدتون صحبت کنیم. آقای مقصودلو، پیش از هر چیز برامون توضیح میدید که چرا تصمیم گرفتید این فیلم رو بسازید؟ یعنی چه انگیزه ای از پرداختن به این موضوع داشتید؟ چرا خواستید فیلمی درباره بازیگران زن سینما ایران بسازید؟ زنان در سینما ایران بسیار قربانی شدند. اولین قربانیان این انقلاب زنان هستند، به خصوص بازیگرانی که در هنر بودند، تئاتر و سینما، و به خصوص سینما، چون همه چی روی پرده است، همه چی دیده میشه، بدن غیره، موی سر غیره غیره غیره، و اینها قربانیان بزرگی بودند. در 1200 فیلم سینمایی یک صنعتی به وجود آوردند که 100 نفر 10,000 نفر کار میکردند. فیلم های مهمی ما داشتیم قبل از انقلاب که جوایز بسیار مهمی را فستیوال های برلین یا ونیز یا کن گرفتند. اون موقع سینما در اوجش بود و من فکر کردم که و حتی سینمای قبل از انقلاب هم اصلا مطرح که نشده، بعد از انقلاب همه فیلم ها قیچی شده و کاملش دیده نمیشه و خارجی هم نمیدونن قبل از انقلاب چه سینمای خوبی بوده، یه بدنه هنری بسیار مشخص و خوبی داشته. و من سعی کردم این زنان که حدود 480 فیلم از 1200 فیلم رو بازی کردن و نقشای اول داشتن و نقشای اول همون فیلم های مهم خوب هنری که قبل از انقلاب بازی شده با اینها بوده، با گفتگو با اینها و مسئله حقوق زنان از مشروطیت تا انقلاب و همچنین مسائل اجتماعی سیاسی اون دوره و تاریخ سینما رو از زبان اینا و کمک و به ساختار خوب شدن سینما ایران رو در این فیلم نشون بدم، این انگیزه من بود. چهره‌هایی که در این فیلم هستن بر چه اساسی انتخاب شدن؟ چه سلیقه‌ای در گزینش اونها داشتید؟ اولا من سعی کردم در این گفتگوها از تمام بازیگران نقش اول زن، یعنی بازیگران زنی که نقش اول در فیلم‌های خوب سینمای فارسی یا تجاری اصلی بازی می‌کردند، با اینا مصاحبه کنم. مهم نبود که یا مثلا فیلم بده یا خوبه، ولی به هر صورت چهره‌های شاخصی ما داشتیم. توجه کنید که ما در دهه 70 حدود 100 بازیگر زن داشتیم که در فیلم‌ها شرکت می‌کردن. از این 100 تا حدود 30 بازیگر زن نقش‌های اول داشتن، مثل فروزان، خانم آذر شیوا، خانم پوری بنایی، و از ابتدا اگه شروع کنیم خانم شهلا، خانم ژاله، خانم ویدا قهرمانی، خانم ایرن، خانم زری خوشکام، خانم کتایون، خانم شهره آقداشتو در اواخرش، خانم مری آپیک، خانم پروانه معصومی با رگبار و غیره غیره، خانم فهیمه راستکار در مغولها، خانم شهرزاد که فیلم مریم و مانی ساخت با رقص شروع کرد، و بسیار چهره هایی که هم سازنده بودن، خانم فخری خوروش، خانم ایرن، فراموش نکنم، چهره هایی بودن که اگر به همون فیلم هایی که اشاره کردم، اون 50-60 فیلمی که مهم بودن در اون بین 1200 فیلم، فیلم هایی بودن که یا فیلم های خیلی خوبی بودن و موندنی هستن، هنوز ما میتونیم نگاهشون کنیم بسیار خوبن، یا فیلم های خوبی هستن یا فیلم های مهمی در تاریخ سینما هستن، و این
خانم زینت مؤدب هم من فراموش کردم بگم، خانم زینت مؤدب کسیه که به اولین فیلم بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از دختر لور که به نمایش در میاد در ایران، ما فیلم دیگه ای نداریم تا 1948-49 هست که آقای دکتر کوشان برمیگرده و اولین فیلم به نام طوفان زندگی و بعد زندانی امیر با خانم زینت مؤدب میسازه که الان ایشون در کالیفرنیا هستن و با آقای پرویز خطیبی ازدواج کردن، نویسنده و کارگردان اولیه سینما ایران، و این هم قابل ذکر است که ایشون هم خیلی مهم بودن. این بعد من دیدم که وقتی میخوام این فیلمو بسازم چند تا چهره در فیلم‌های من نیستن که باید باشن، از جمله خانم سوسن تسلیمی که ایشون در سوئد بودند و من رفتم با ایشون مصاحبه کردم برای فیلمایی که اواخر انقلاب، یعنی اواخر سالهایی که به انقلاب منجر شد یا در همون زمینه با آقای بیضایی چندین فیلم مهم دارن و از جمله زنای شاخص و سنتر مرکزی سینما ایران هستند. بنده که من اصلا ندیده بودمش، نه اون منو دیده بود نه هیچی، بهش خبر داده بودن که فلانی دختر عموی تو رفته داره تو فیلم بازی میکنه. بلند شده بوده یک هفتیر ورداشته بوده، شما نمیدونین چقدر جا عوض کردن، هی رفتن تو یک بیابون دیگه گفتن فلانی رسیده و بخواد بیاد بکشه زینتو. برادر من از شهرستان برای من نامه نوشت، یا نباید بری تئاتر یا میام طلاقتو میگیرم یا میکشم هر دوتونو. وقتی که فیلم اومد روی اکران من از مدرسه بیرون کردن، در نتیجه من دیپلم نتونستم بگیرم، مدرسه دیگه من قبول نمی کردن. وقتی من اومدم تو سینما، اصلا تو تئاتر، پدرم دوتا خونه داشت، تو هم بود که ما توی یکیش با ایرج زندگی میکردیم، اون طرف همونو، یعنی در وسط رو بستن، با من صحبت نمی کردن. پدر من چون یک آقایی بودن خیلی متدین و اون موقع اصلا نمی پذیرفتن که یه دختری جوونی وارد سینما بشه. شب اولی که آقا اولین نمایشنامه من از تلویزیون ایران پخش شد، روی صفحه تلویزیون نوشته میشه که فرزانه تاییدی در نمایشنامه مثلا با فلا فلا. پدر من روشو میکنه به مادرم میگه که این فرزانه تاییدی همون دختر ما. خانواده پدری من هنردوست هستن. وقتی که من درخواست کردم از پدرم که اجازه بده به تئاتر برم، اما با همه این احوال مخالفت کرد. ما کارمونو با فیلم تبلیغاتی با آقای ریایی شروع کردیم، بعد تئاتر رفتم که یک کتک مفصلی از بابام خوردم. این فرایند تولید چقدر طول کشید؟ با چه سختی ها و مشکلاتی همراه بود؟ من یه چیزی به شما میخوام الان برای اولین بار جلو دوربین بگم. این پروژه تقریبا منو به نروس بریکداون کشید، یعنی من خیلی اذیت شدم در این فیلم، واقعا دیگه داشتم میباختم خودمو و رو اعصابم اثر کرده بود. علتاش خیلی مهم هست که بگم. اول این پروژه همونجوری که عرض کردم 2002 شروع شد. این فیلم برداری دائم با آدما در جریان بود و تا 2015 که ما ادیتو شروع کردیم و ادیتمون هم یک سال و نیم، تقریبا یک سال بیشتر طول کشید، انجام میشد و بسیار مشکل بود. اولا این آدما رو پیدا کردن، خب ایده رو پیدا کرده بودم، گرفته بودم بقیه رو، بعد این آدما رو به طور کلی راضی کردن که بیان جلو دوربین من حرف بزنن،
از نگاه خودشون مسائل رو بگن. از نظر هزینه این فیلم زیاد شده، بیش از $100,000 خرج شده. اینا وقتی صحبت میکنن راجع به فیلمشون، من باید این راشهای فیلمهای خوب اینها که راجعش صحبت میکنن و خاطره دارن، اون سکانس رو من نشون بدم. خب این سکانس رو من باید پیدا کنم. این نیست که من یک سری مصاحبه بیارم جلوی آدما حرف بزنم. فیلمهای اینها و پیدا کردن این فیلم ها و راشای هزینه حدود $20,000 بیشتر برای من رستور کردن، خریدن، چون یک سکانس ویژه بود، نه که هر جا رو شما نشون بدید. من حالا میخوام این فیلم رو ادیت کنم، حدود 30-40 ساعت مصاحبه با این بازیگران زن دارم و حدود 500 تا فیلم من باید نگاه کنم، راشا رو پیدا کنم و بتونم یه فیلم 2 ساعته در بیارم. و این بسیار مشکل بود، در نمیمد. 10 ساعتش کردم انتخابا رو، 8 ساعتش کردم، 6 ساعت کردم، 4 ساعت کردم، 3 ساعت کردم، 2 ساعت و 45 دقیقه آدم نمیتونستم بزنم. تا بالاخره به 2 ساعت و 10 دقیقه که رسیدم، دیدم دیگه نمیتونم از این فیلم من کم کنم. چه فستیوالا بخوان چه نخوان، بگن بلند نیست، این باید برای ذخیره آینده به کتابخانه ها و برای ارزش حرف های این خانم ها در زمین های مختلف باقی بمونه. میخوام بگم خیلی مشکل بود ادیت این فیلم. اولین تاریخ سینما از نگاه یک لایه دیگر فیلم، این فیلم تاریخ سینما از ابتدای آمدن دوربین و بعد بازی کردن این زنا و تا انقلاب که بیکار شدن، بسیارشون زندانی شدن، بسیارشون مورد بازخواست قرار گرفتن در اوین، بسیاری نتونستن جواب با دولت کنار بیان، بسیار اینها میدونیم که در کنار خیابون یا در بدون بیمه، بدون حقوق، بدون هیچ گونه خانم در گذشتن، در گمنامی، بدنامی. انقلاب ممکنه همه جا بشه، من حرف من اینه، در روسیه شد، در فرانسه شد، و یه رژیمی دیگه میاد با یک دکترین دیگه، یک ایدئولوژی دیگه، حالا چه خوب چه بد، من اصلا به این کارا کار ندارم. ولی اینا خیلی این زنا بهشون ظلم شد. من سعی کردم حقوق زن هم در این فیلم یک لایه دیگه است که گفته بشه چه حقوقی نداشتن، چه حقوقی پیدا کردن، چه حقوقی از دست رفت و غیره. و بسیار مشکل بود این فیلم آقای. خوشحالم که در اولین نمایشش که پریروز بود، روز یک شنبه در 40th فستیوال جهانی مونترال، من خیلی واقعا میلرزیدم. می‌خواستم ببینم اولین نمایش خودم داشتم رو پرده بزرگ می‌دیدم، این مردم چی خواهند گفت، این خارجی‌ها. در پایان فیلم از همه پرسیدم به من بگید اشکال داشت، دوست داشتید، نداشتید. دو منتقد اومدن جلو گفتن ما می‌نویسیم، خیلی خوب بود. بسیاری از خانم، تمام خانم ها، آقایون، چه خارجی چه کانادایی چه ایرانی، بسیار خوششون اومد، همه تعریف کردن و من خیلی دلم قرص شد و خیلی با استقبال بود. حالا نقدهاش در میاد و بلرپاش، نوشته های کوتاهش در میاد. آقای مقصودلو، بسیاری باور دارن سینمای ایران پیش از انقلاب سینمای مبتذلی بوده، درگیر حواشی و مسائل غیر اخلاقی بوده، زنان در اون سینما ارزش و جایگاه نازلی داشتن. خیلی کنجکاوم بدونم این هنرمندان، زنانی که شما با اونها گفتگو کردید، چه نظری در این رابطه داشتن؟ برداشت اونها از نقش و جایگاه زنان در سینمای پیش از انقلاب چیه؟ ببینید آقای بهنود، این حرف، حرف تقریبا نمیخوام بگم، سینمای قبل از انقلاب یه سینمایی بود که بعد باز شد و سکس به صورت مستهجن و زشتی به کار گرفته شد برای منفعت مادی توسط بسیاری از تهیه کنندگان و یا کارگردانانی که این کاره نبودن وارد سینما شده بودن. هر سینمایی در دنیا رو اگه نگاه کنید یک بدنه تجاری داره که باید بفروشه، بلیت بفروشه که اون سینما ادامه حیات پیدا کنه و رشد بکنه. و اگر این موفق بشه، حالا به هر صورتی، یعنی وجود بین نره و بتونه ادامه حیات بده، تعداد سینماها زیاد بشه، فروش فیلم، صنعت سینما رشد کنه، عده به کار گرفته بشن، در کنار اینها یک کارگردانان یا یک بافخلق فیلم‌های متفاوتی سینمای هنری اون کشور رو تولید میکنن و این بسیار مهمه. همه جا نگاه کنید، تا بنهور نباشه ما اینجا سایدوی یا در آمریکا فیلمشو نمیتونیم ببینیم. یعنی در خود آمریکا هم همینطوره و
هر جای دنیا تاریخش رو باید رفت خوند. بله اون سینما سینمای شما، به یک لیوان آب نگاه کنید، اگه لیوان آب خالی باشه، نصفه باشه، ما هم میتونیم به نصفه پرش نگاه کنیم و هم به اون نصفه خالیش نگاه کنیم. چرا همیشه ما باید به نصفه خالی نگاه کنیم و همه چی رو محکوم و همه چی رو زیر سوال ببریم و تمام زنان بازیگر را معذرت میخوام بدکاره خطاب کنیم، سینما رو مبتذل و مزخرف خطاب بکنیم؟ نه، اینطوری نبود. بله، از اون طرف میخوام بگم یک سینمای تجاریه که سکس درش به صورت خیلی بسیار زشت و مستهجنی استفاده میشد و باز شده بود، بود. ولی ما همین بازیگرایی که الان من تو این فیلم آوردم، شما نگاه کنید خانم خوروش کجا فیلم مستهجنی بازی کرده، خانم پوری بنایی بسیار فیلمای تجاری بازی کرده، شاید هم بعضیاشون خیلی بد بودن و تجاری، ولی بسیار فیلمای خوبی داره خانم بنایی. یا نگاه کنیم به خانم ویدا قهرمانی، یا نگاه کنیم به خانم شهلا که هنوزم بعد از انقلاب فیلم بازی کرد و همیشه نقشای مادر، نقشای خوب و بسیار نقشایی که موندنی هست بازی کرد. خانم ژاله رو نگاه کنید، خانم مری آپیک رو نگاه کنید. اینجوری نیست، اینها فیلم های بسیار ماندگار این خانم ها خودشون باقی گذاشتند که باید به فیلم من نگاه کنید تا ببینید که اینا چه میگن، اینا از جایگاه خودشون و اصولا خدمتی که اینها به سینمای تجاری و سالم ایران کردن غیر قابل رد کردن، به هیچ وقت نمیشه رد کرد و غیر قابل انکار هست. به هر حال ایران کشور محافظه‌کاریه و فرهنگ سنتی هم داره. خیلی از صحنه‌ها و ماجراهایی که در فیلم‌های ایرانی پیش از انقلاب تصویر کشیده شده نوعی تابو محسوب می‌شده، مثلا شنا کردن، برهنگی، روابط عاشقانه یا حتی یه بوسه معمولی و ساده. خیلی‌ها باور دارن بازی زنای ایرانی در چنین فیلم‌های نوعی تابو شکنی محسوب میشه. ممکنه در این باره توضیح بدین؟ ما در سینمای ایران قبل از انقلاب تا 1953 یا 54 ما بوسه نداشتیم، یعنی خب میدونید که با این سنتی بودن جامعه و خطاب کردن هر چیزی به اون بازیگر زن، حتی همین که میره جلو با لباس پوشیده بدون هیچ گونه تماس با یک مرد بازی میکنه، بدکاره خطاب میشده در اون موقع، یا مطرب یا غیره و غیره. ولی اولین تابویی که در سینما ایران شکست به فیلم چهارراه حوادث برمیگرده با شرکت ناصر ملک مطیعی و کارگردانی ساموئل خاچکیان. ساموئل خاچکیان که من افتخار آشنایی شخصی باش داشتم قبل از اومدنم به آمریکا و یک سناریو هم باش نوشتم و یک فیلمم تقریبا غیر رسمی آسیستانش بودم، فیلمساز بسیار تکنیکی خوبی بود و از خانم ویدا قهرمانی رو کشف میکنه در سالن سینما دیانا، میخواد یه فیلم براش بازی کنه و ایشون چهارراه حوادث با ناصر بازی میکنن. در پایان فیلم این دوتا قهرمان اول زن و مرد بهشون میگه با هم میدوید، به هم میرسید، در طول فیلم عاشق هم دیگه شدن و همدیگه رو بغل میکنید، به هم نگاه میکنید، بغل میکنید و به ناصر ملک مطیعی میگه که شما این خانم رو محکم بگیرید و حراسی نداشته باشید، لبتون رو بذارید رو لبش، محکم بگیریدش که دستتون در نره و ببوسیدش. و این اتفاق پیش میاد، اینم فیلم برداری میکنه. البته به ویدا قهرمانی نگفته بوده که شما لبتون رو لب ناصر بذارید و این بوسه رو بدید، گفته تو بهش نزدیک شو، بغلش کن، بگو دوست دارم از این حرفا. و این اتفاق میفته که این اولین تابویی که در سینما ایران شکسته میشه همین بوسه سینمایی در چهارراه حوادث هست. به هر صورت دومین تابویی که در ایران، یک دونه مجله روشن فکر اواخر، تقریبا اواخر نمیتونم بهت بگم، اواخر دهه 60 40، یک رقابتی میذارن بهترین بازیگر سینمای ایران و بین تهمینه، خانم تهمینه و خانم ایرن رقابت شدیدی برای زیبایی بوده و غیره، و بالاخره خانم ایرن انتخاب میشه و روی جلد مجله میاد و باز اون مجله دیگر تهران مصور و روشنفکر، عرض میکنم بوده
میان میگن که نه ما باید بدنها رو هم ببینیم، صورت مهم نیست. میان پیش ایران میگه نه من بدنم رو به کسی نشون نمیدم، عکسم نمیذارم بگیرید، برید پیکارتون. خانم تامینم میگه همش این حرفا رو میزنید، ببینید ما انسانیم، ببینید ما بازی خوب میکنیم یا بدن باید اینجوری باشه، این حرفا رو چیه؟ ما جنس که نیستیم. بعد یک فیلمی پیشنهاد میکنن به خانم همون شامل خاچیکیان، فکر میکنم به نام قاصد بهشت میخواد بسازه. در این فیلم یک صحنه بوده، باید هنرپیشه. ببینید در سینما، سینما محیط بازیه، شما میرید کنار دریا، بازیگر مرد، بازیگر زن، دوست زن و مرد، زن و شوهر میرن کاباره، میرن سینما، میرن جاهای با احترام، مسجد، کلیسا و همه جا تو منزل هستن، اتاق خواب، حرف میزنن، اتاق نشیمن هستن، تو خیابون را میرن. و این یک صحنه داشته کنار آب، خانم ایرن میره یه دونه مایا بخره و مایا دو تیکه در ایران حتی نبوده در اون موقع، اینو میخوام بگم. میره اون فروشگاه و یه مایا دو تیکه سفارش میده، همه یه تیکه بودن و از ایتالیا براش میارن و میپوشه، با یه مایا دو تیکه میره کنار آب. خب خانم ارمنی هم بوده در اونجا، خب بدنش معلوم میشه، بدنش که همه نت مایا دو تیکه میپوشه و این دومین تابویی بوده که با مایا پوشیدن کنار آب در سینما دیده میشه. من یه موهای بلند بافته‌ای داشتم خیلی پر و زیاد، بعد گفت خب اینجوری که تو نمیتونی عروس فرنگی باشی، تو اگه میخوای فیلم منو کار بکنی باید موهاتو کوتاه کنی 3 سانتی. من هیچی نگفتم، رفتم توی اتاق، برگشتم موهامو از ته با قیچی زدم. من تئاتر بازی میکردم، بعضی اوقاتم به خاطر مخارج تحصیلی، من موقع تحصیلم میکردم، من در خزائلی تهران درس میخوندم، مدرسه شبانه میرفتم، گاهی با ارمک مدرسه وارد کاباره میشدم، یه رقصی میکردم، پولشو میگرفتم میرفتم، اصلا میرفتم تئاتر تمرین میکردم، یه سانس یا دو سانس هم تئاتر بازی میکردم. من همیشه به تنهایی برای خودم فکر میکنم که به عنوان یک زن کمم. یه مقداری در زندگی خصوصی آدم خلأهایی هست که این وقتی تو تنها هستی اینه نمیتونی پر کنی، یا اون چیزی که میخواد پر بکنه به دردت میخوره. ولی وقتی تو بازیگر هستی همیشه تو به علاوه یک زن دیگه کامل میشی. سرشار از تضادها بود. ما زنهای مدرنمون هم حتی در زندگی عملیشون همون زن سنتی اغلب می شدن. من برام ثابت شده که زن در مملکت ما به طور نسبی هیچ نوع اختیاری نداره. یعنی مرد تصمیم میگیره همه کارو میکنه. این زندگی مسلمون اینه دیگه، همه مردانه است. خیلی سخت بود که آدم بتونه یه نقش متفاوت رو به عهده بگیره، نقش زن اون روز رو در جامعه اون روز که ما بسیار کم اثرش رو در سینمای اون روز میدیدیم متاسفانه. من در واقع دلتنگ بازی کردن این نقش ها نبودم. اما آقای مقصودلو به جنبه مثبت کارم بپردازیم. به هر حال در همین دوره‌ای که داریم درباره اون صحبت میکنیم آثار ارزنده و مثبتی هم تولید شده، یعنی فیلمایی هم بوده که درباره نقش و اهمیت زنان صحبت کرده، پیام‌آور تجدد و مدرنیته بوده. در این رابطه چه نکاتی رو میشه مطرح کرد؟ من تمام این فیلم ها رو آوردم، شما قسمت های بازیگری این زنان در فیلم های مهم
یا هنری یا فیلم های مهم اجتماعی یا فیلم های مهم حتی تجاری یا فیلم های که نقش زن نقش اساسی بوده. ببینید تا ما یک جامعه مرد سالاری داریم آقای بهنود، الانم هست، همیشه بوده و ما هیچ وقت به زنان اجازه زیادی نمیدادیم یا حرف بزنن و حرف میزدن زیاد توجهی نمیکردیم یا حتی اگه در مطبوعات هم یه عده زیادی را نمیدادن که حرفای درست، حرفای اینا چاپ بشه یا حرفای درست، یعنی همیشه جزو طبقه دوم بودن و جدی گرفته نشده زن. اینجا این زنان بازیگر ما، شما باید پای حرفاشون در این فیلم بشینید ببینید چه حرفایی میزنن در مورد کارشون، بازیشون، نقششون، کمک به صنعت سینماشون، فیلمی که دارن بازی میکنن. اگه نقش یک زن هر جایی رو بازی میکنن چگونه بازی میکنن. خانم خوروش نقش یک زن هر جایی رو در فیلم آقای حالو چه در نمایشنامه‌اش و چه در که بعداً توسط مرجویی فیلم شد و نصیریان بازی کرد مقابلش شرح میده. شما ببینید که اینها چه فشارهایی داشتن، چه حتی شما از اینها صحنه لخت و صحنه غیر ناراحت کننده مشمعز یا حتی لخت یا نمیبینید، پوشیده هستن ولی فقط حرفی زده میشه، بازیش در اون نقشه. شما در این فیلم به تمام این مسائل من پرداختم، یعنی با مصاحبه‌هایی که کردم و جمله‌هایی که گزیده شده ما به تمام این مسائل میپردازیم. فیلم باید دیده بشه، من نمیخوام هر می فیلم اینجا باز کنم، ولی به جایگاه زنان و به کجا رسیدن که این کارو بیزایی با فیلم رگبار میکنه و مردی که وارد سینما میشه از تئاتر، مرد بسیار دانشمندی است، بسیار فرهیخته است بیزایی و سعی میکنه از این به بعد حتی با فیلم غریبه و مه و بعد مرگ یزدگرد زن و مرکزیت میده و اولین یکی از فصلهای درخش باشو حتی بعدش فصلهای درخشان سینما ایرانی که بیزایی رو میتونم بگم یکی از معدود کارگردانانی که با قرار دادن یک زن به عنوان نقش اول یکی از بزرگترین خدمتهاش به سینما ایران بوده. الان زنان موفق زیادی در سینما ایران فعالیت میکنن، بازیگر، کارگردان در همه زمینه ها حضور دارن. سوالم اینه که این زنان تا چه میزان وامدار زنانی هستن که در گذشته این مسیر رو آغاز کردن؟ همین چهره هایی که شما با تعدادی از اونها در این فیلم گفتگو کردید، چقدر وامدار اونها هستند؟ بسیار آقای بهنود. اونها بنای سینمای زن در سینما رو گذاشتن، یعنی خطرها رو اونا به جان خریدن، وارد سینما شدن، فوشها رو آنها شنیدن، توهینها رو آنها شنیدن، بازی های بدی کردن که در فیلم های بدی آمدن که فیلم های خوب سراغشون بیاد، در فیلم های خوب بازی کردن که باز فیلم های خوب سراغشون بیاد. یعنی بسیار فداکاری کردن اون زنها و در طول 1930 اگر ما بگیم تا 79، یعنی در طول 30 تا 79 80 در طول 50 سال با 1200 فیلم سینمایی بسیارشون خیلی رنج کشیدن تا تونستن فضایی رو درست بکنن که بعد از انقلاب با اینی که در 5 سال اول 1980 تا 85 تقریبا تمام بچه ها بازیگر اصلی فیلم هستند و زن در سینما نقشی نداره اصلا، کم کم زن ها بتونن وارد بشن و دو مرتبه گل بکنن، اجازه پیدا بکنن. خانم ما میتونم به خانم معتمد آریا رو میتونم براتون نام ببرم که بسیار بازیگر بسیار شخیصی است، بسیار بازیگر خوبی است و بازیگران دیگه خانم لیلا حاتمی رو میتونم بگم خانم و بسیاری دیگه. اینها فرزندان آن بازیگران هستند که الان رشد و گل شدن و در سینمای جهان میدرخشند. بهمن مقصودلو، از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم در ادامه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در پیش دارید. متشکرم آقای بهنود. با تشکر فراوان از بهمن مقصودلو که در شهر نیویورک مهمون من بود و به پرسش‌هایی که داشتم جواب داد.